ما یه چیلر 4 کمپرسوره داریم، 4 کمپرسور اسکلار. هر 4 کمپرسور تو یه مدار هستن. خط موازی کردن روغنشون رو می‌بینی. اینجا موچاله شده و لول کردن روغن به خوبی تو این انجام نمیشه. اما این کمپرسورها هر سال یه دونش داره خراب میشه. علتش رو بیایم با هم دیگه یه چک بکنیم. لوله دیسچارج رو نگاه کنید. رفته وارد یک کلکتور شده، رفته بالا، از اونجا پخش شده داخل کویلای کندانسور. ببینید؟ خب ما میدونیم که لوله دیسچارج رو باید شیب بدیم. اومدن اینجا چیکار کردن؟ حالا اینجا کمپرسور عوض شده، یه مقدار اینجا شیب پیدا کرده چون سایزاش فرق داره. توی این اسکلان نگاه کنید، شیب نداره، شیب معکوس هست به سمت کمپرسور. مورد این چیلر سنتیه. مورد توی زمستون راحت میتونه توی آخر این کلکتورها مایع بشه، بیاد بریزه داخل این لوله، برگرده سر کمپرسور. کمپرسور ها رو که شکافتن، کمپرسور ها اسکرال هاش خورد کرده. پس ما میتونیم بگیم که یا برگشت مایع مورد داریم، یا اینکه مورد مایعمون داره از اینجا میاد میریزه داخل کمپرسور. اما یه سوال، ما تو کمپرسور اسکرال شیر یک طرفه داریم که مایه مورد نتونه بیادش توی اسکرال ها از بالا. اما سوال اینجاست، چجوری این مایه مورد وارد اسکرال ها شده، وارد ساکشن شده، وارد قسمت کمپرس کردن شده؟ سوال اینجاست. لطفا تو کامنت ها جواب این سوال رو بنویسید.